با سلامی گرم و درود فراوان به بینندگان تلویزیون اندیشه در هر کجای دنیا که ما را ملاحظه می‌کنند، در برنامه دیگری از ضیافت هستیم در خدمت شما. من قبل از اینکه به ریتم اصلی برنامه بشم، می‌خواستم از ارسال ایمیلاتون خیلی تشکر کنم، سپاسگزاری کنم. برنامه ضیافت دوستان بسیاری پیدا کرده و هر روزه این خانواده داره بزرگتر میشه. درخواست کرده بودن خیلی ایمیل که راجب خودم یه مقدار راجب پیشینه موسیقیم صحبت کنم. برصد من موسیقین حرفه‌ای هستم، از طریق پدرم با موسیقی آشنا شدم، هنرسه علاقه موسیقی رفتم، بعد رفتم رادیو ارکستر سمفونیک تهران با مشکات ارکستر مایسی، تمام دنیا سفر کردم با خیلی از آهنگسازای ایران، موسیقی فیلم، موسیقی شاعرای معاصر، زیر صدای شاعرای معاصر و بسیاری کارهایی کردم که حالا اینا رو در یه برنامه به طور مستقل معرفی میکنم. بعد با آمریکا اومدم اینجا، حدود 100 تا کنسرت با مایکل کرافورد دور دنیا داشتن، دیر کریستیان، کابونی، تونی بنت، فانتوم اپرا، 100 تا شب زدم، ارکستر سمفونیک وست لس آنجلس، بیولی هیلز، ویلشر بیتریات چمبر ارکسترا، کوتا، موسیقی فیلم ریتن دا پارادایز ایور افتر. اینا رو قول بهتون میدم که در یک برنامه مستقل اینا رو به شما معرفی کنم. تقاضای دیگه ای داشتین راجع به کار بهزاد رنجبران که باله نشویل در رابطه با سه قصه از شاهنامه، خیلی ها دیویدی اینو خواسته بودین. دیویدی این خصوصیه، فقط تو اون برنامه پخش کردیم. امیدوارم یه روز دیویدیش به بازار بیاد که بتونین این دیویدی رو بگیرین. خیلی ایمیل داشتم، اجازه بدین در یه فرصتی همه رو جواب بدم. دکتر عطای امیدوار از تهران خیلی مطالب خوبی بر من فرستاده بودن. امیدوارم فیلمم از شما داشته باشم که توی برنامه استفاده بکنم. 40 روز از خاموشی استاد حاجی قربان گذشته. من اطلاع دارم، من در یک برنامه راجع بهشون صحبت کردم، درد دل میکرد توی مصاحبه‌ای که شهروندان فرانسوی از همشهری‌های من در مشهد بیشتر منو میشناسن. حالا مراجعه میکنم به استاد بیژن ترقی، هم در تهران یه مصاحبه کرده بود، نوشته بود همه ترانه های منو زمزمه میکنن ولی کمتر کسی حال منو میپرسه. دکتر امیدوار، من خیلی ازتون ممنونم، خیلی مطالب جامع، بعد ساعت ها نشست اینا رو خون. به هر صورت با شما تماس میگیرم. 2 هفته پیش یک نمایشگاه نقاشی بود در لس آنجلس به همت عباس حجت‌بنا، فیلمساز، کارگردان و نقاش، خیلی زحمت کشید. گالری سیهون، مریم سیهون، از 3 نقاش ایرانی، مریم رضایی، تلان رفیعی و یاشار صمیمی مفخم، امیدوارم که درست تلفظ کرده باشم اسمها رو، 3 نقاش دختر جوان ایرانی با استعداد، تالنتد، که با استقبال خوب روبرو شد این نمایشگاه و خود منم تماشاچی بودم تو اون نمایشگاه. من افتخاری دارم که یه فیلم 3 دقیقه از این نمایشگاه پخش کنم، بعد بریم به معرفی آرتیستمون. اگر که کارگردان فنی DVD آماده است بریم، حالا من صحبت میکنم تا اون بره رو DVD. به هر صورت به این 3 تا درود میفرستم. حالا اومد، حالا گوش بدیم یا ببینیم که بعد صحبت کنیم. Mom!
دستتون درد نکنه، خیلی عالیه، همه کاراتون درجه یک. تبریکی دارم برای سه هموطنم، سه آرتیست خوب ایرانی، سه نقاش، مرگم، تلان و یاشار. این فضای تلویزیون اندیشه در اختیار شماست، در ایران صحبت کنید از مسائل، از برصورت کارهایی که داریم میکنین، فیلم بگیریم برای ما بفرستین، ما برای شما در تلویزیون پخش میکنیم و هر کمکی از تلویزیون اندیشه بر بیاد برای اینکه ما وصل بشیم به شما در اختیار شما هست. به هر صورت خسته نباشین، کارتون هم بسیار زیبا بود. حالا بریم برای مهمون برنامه‌مون، ارژنگ هدایتی راد، که اگه تو وبسایتش برین ارژنگ راد هست. ارژنگ راد یه پیانیسته، یک آهنگسازه که در جامعه آمریکایی کار میکنه، بسیار بچه تحصیل کرده، خوشتیپ است. حالا دوربین نشون شده. ارژنگ جان سلام. سلام عزیزم، قربونت. بر صورت خیلی خوشحالم که امروز دعوت منو پذیرفتی. دعوت کردی، قربونت. علوی من، من از نظر بینندگان عزیز، از نظر اطلاعشون، 20 سال پیش یه شب با استاد مرتضی ورزی که کمانچه نواز خیلی خوب بود، زنده یاد استاد مرتضی ورزی، منو برد مهمونی در منزل یکی از دوستان که خونه ارژنگ راد بود و پدرش خواهش کرد از ارژنگ و امیر که الان جراحه، یعنی متخصص قلب هست، که پیانو بزنن. خب منم فکر میکردم که حتما یه قطعه ایرانی یا یه چیز خیلی کوچیکی خواهند زد، بعد دیدم ارژنگ من نشست اتودای راخمانینوفو زد، کنسرتو برای من چایکوفسکی زد و بلافاصله پدرش گفتم این دوتا بچه ها هر دو نابغن و یه ذره توجه بیشتری روی اینا بکنید، چون من خودم خب موزیسین بودم و دیدم اینا با اون سنشون خیلی خیلی از نظر تکنیک خیلی خوب بودن. و بعد یه دفعه بعد از 20 سال، البته برادرش که تقریبا پیانو هابیشه، ولی خودش با اینی که رفت مسترشه در رایتینگ، یعنی انگلیسی و رشته های دیگه گرفت، باز برگشت به رشته موسیقی و آهنگسازی، داره به صورت جدی میخونه، داره برای فیلم کار میکنه، مرتب کنسرت داره و من خوشحالم که از طریق دوربین تلویزیون اندیشه به شما این بچه های تلنتت رو معرفی کنم. در گوش و کنار این شهر، در همسایگی من و شما، افرادی زندگی میکنن که از استعدادهای شگفتی برخوردار هستن ولی جامعه ایرانی شناختی رونا نداره. ارژنگ به من خیلی سفارش کرده که بذار من کم حرف بزنم، به خاطر اینکه فکر می‌کنم فارسی ضعیفه. حالا یه ذره صحبت کن ارژنگ جان. اول هم معذرت به شما هم به همه اونجا که فارسی واقعا ضعیف. من از سن تقریبا 8 سالگی تو امریکا بودم، از یعنی سال 79 که بعد از رولوشن اومدیم اینجا. من تو خیلی ممنون که حالا اینجا. حالا اگه کارگردان فنی موافق باشن یه مقدار از کار پیانوی ارژنگ رو ببینیم که
برای بینندگانی که تازه به ما پیوستن، تلویزیونشون رو روشن کردن یا طریق کامپیوتر ما رو میبینن، امروز مهمان ضیافت ارجنگ هدایتی راد یا ارجنگ راد هست که پیانیست آهنگسازه و قطعه‌ای رو که الان روی تصویر تلویزیون دیدین مربوط به کنسرتش هست. ارجنگ کنسرت‌های مختلفی داشته در جامعه آمریکایی که من باور کنید تو این چند روزه انقدر این دیویدیوهای اینو دیدم، ولی بیشتر کارهای خودش، یعنی کارهایی که خودش کمپوز کرده، آهنگسازی کرده، اونا رو انتخاب کردم و یکی از نقطه های روشنی که در کنسرت اون بود، ارجنگ صحبت میکنه راجع به یک داستان اسطوره‌ای و بعد اون داستان رو روی پیانو میزنه و این به نظر من یک کار خیلی منحصر به فرده که کمتر ما ببینیم در سالن های کنسرت شبیه اون. ارجنگ جان به من بگو که اولین معلمت کی بود؟ اولین معلمم سن 8 اینطورا یه خانم به نام باربرا آک که خیلی معلم خوبی بود، توی ایتالیا درس خونده بودش و بعد از یه چند سالی ما رو برد به معلم بهتری به نام مارک ریچمن که از سن تقریبا 13 تا 21 اینطورا با اون بودم و اتفاقا دوباره من 3 سال پیش اینطورا سن 34 با شروع کردم دوباره که خوندن. من اشاره کردم راجع به این کنسرتت که صحبت میکنی در رابطه با یه داستان، این داستان چی هست که من خودم تون کنسرت بودم؟ میشه گفت موزیک فیلم بدون فیلم، واسه همین بعد یکمی داستان دربارش میگفتم. منتها من از بچگی با اینکه عاشق موزیک بودم، عاشق هم خوندن و نوشتن بودم و هم عاشق اسطوره های مختلف بودم، از فیلم های ستار وارز گرفته تا داستان های یونان، رستم سهراب ایران، یونان، مختلف از دور دنیا. واقعا ستار وارز همه چی، داستان مختلف اسطوره‌ای میشه گفت. و این سیدی قبلیم که این کنسرت دربارش بود به نام Circle of Myths که یعنی دایره اسطوره یا دور اسطوره، من میشه گفت یه 7-8 داستان مختلف رو براشون موزیک درست کردم. منتها اینا هیچ داستان مثلا یک کسی نبوده، مثلا داستان رستم یا هرکول یا چیزای اینطوری، اینا میشه گفت درباره آرکتایپ هایی بود و آرکتایپ میشه گفت اون سمبولایی و کاراکترایی و سیچویشن هایی که توی این داستان هی پیدا میشن. حالا این داستان میشه از توی داستان مصر بوده برای مثلا 5000 سال پیش، یا چه میدونم از 1000 سال پیش داستان آفریقا، یا 300 سال پیش داستان سرخپوستای توی امریکا، نیتیو امریکنز. و این داستان ها همینطوری یه داستان دارن میگن، یه چیزایی هی با اینکه این فرهنگا هیچ کانتکت با هم دیگه نداشتن، هی مسائلی هی بالا میاد تو اینا. حالا من سوالم این بود که این احساس، این احساسی که از این داستان ها پیدا کردی، اینا روی موسیقی بردی یا موسیقی زیر اینا نوشتی؟ فکر کنم یعنی اول با ایده داستان شروع شد، چون این داستان رو واقعا میشه گفت یه میستری. چی میشه میستری؟ میشه چیزه مثل رمزی شده، نمیدونم، یه چیزی که درباره بشر تو اینا هست، با تو این داستان. و میخواستم یه جوری با هم یه چیز فکریه بوده، هم خیلی چیز احساسی هم هست، میخواستم یه جوری با موزیک این از اون بیارم بیرون، از این داستان، از قلبشون، از روونشون، میدونین. و میشه گفت این موزیک هم درباره اون داستان هست، منتها هم درباره واقعا اون معنی که پشت این داستان هستش، اگه جوری هست که آدم با موزیک اینو بتونه بگه. این من یادم هست که شما در صدد نوشتن یک کتاب بودین. درست، تمام برای فوق لیسانس هم تمام کردم، برای تزم بودش. در ضمن فوق لیسانس شما در انگلیسی در نویسندگی. اون کتابی که قرار بود بنویسین چی بود؟ داستان یعنی بیسیکلی چند تا پسر ایرانی تو امریکا بودش به نام Death in Vegas که هنوز یعنی چاپ نکردم، خیلی دربارش تنبل بودم، انقدر حواسم انقدر به موزیک بوده الان این چند ساله. الان که به صورت جدی داری آهنگسازی میخونی؟ آره، آهنگسازی میخونم، تدریس میدم و تدریس میکنی و الان چند تا سال پیش 3 کنسرت داشتم من آخری توی
پلاس آف فاین آرتس بودش آخرین. مثل که من دیدم توی روزنامه نوشته تو سپتامبر هم شما. آره 21 سپتامبر هم توی جاز بیکری توی کالور سیتی دوباره دارم میزنم. یعنی در لس آنجلس. در لس آنجلس بله. شما این تلویزیون طریق لس آنجلس. درست درست. یه شهر کوچولو. کوچیکی هست توی لس آنجلس. من چون همیشه تو برنامه‌ام سعی می‌کنم بیشتر تصویر پخش کنم. 100%. اگر کارگردان فنی راحت هستن یا براشون مقدوره، یکی دیگه از تراکای ارژنگ هدایتی راد آهنگساز و پیانیست رو لطفاً بذارید که بعد با بینندگان باز صحبت کنیم. Thank you.
آقای عماد کارگردان فنی بعد از این موسیقی دلنواز خیلی سخن گفتن مشکل، یعنی هر جایی که سخن باز میماند موسیقی آغاز میگردد. حتی که موسیقی ارژنگ هدایتی رادو میشنوه، آهنگسازیشو با اون پنجه زیباش میزنه، انقدر بچه فروتنیه که من واقعا یه تبریک بزرگ دارم برای پدر و مادرش که همیشه یادم با چه تلاشی سعی میکنن که این دوتا برادر ارژنگ و امیر، که امیر پزشک متخصص قلب هست، که بتونن که در کنار کاراشون موسیقی رو به صورت جدی یاد بگیرن. حالا سوال من از ارژنگ این هست که چی شد بعد از اینکه تحصیل کردی، فوق لیسانس گرفتی، فکر کردی که باید بری دیگه به صورت جدی دنبال موسیقی؟ راشو بخوای بعد از درسم یه دو سالی توی کالسج نورثریج پیانو درس، یعنی پیانو انگلیسی درس دادم، ببخشید، و این دانشگاه درس دادم. دانشگاه، تو دانشگاه یک کلاس فقط بودش، یعنی پارت تایم، و روی سایدم پیانو تدریس می‌دادم. من تو شروع کردم یه فکری داشتم یه شب که همش چقدر آدم بشینه هی ساب کنه برای کسای دیگه براش موزیک بنویسن که خوشش بیاد. می‌دونید فکر کنم بعد از یه چند تا خوابی که دیده بودم درباره هی موزیک تو سرم بود، توی خوابام، می‌دونید، فکر کنم شاید توی درون خود من یه جایی موزیکی هست که خودم واقعا بخوام بشنوم. یه کار واقعا سلفیشی بود میشه گفتش. من تو شروع کردم توی تقریبا سال 2002 اینطورا موزیک نوشتن و یه دفعه شروع کردم اومدن بیرون و دیدم که واقعا جدی اینو مردم مثلا دوست داشتن و معلم دوباره شروع کردم دوباره درس خوندن و موزیک و هم پیانو زدن هم کامپوزیشن، که یه معلم واقعا عالی از کالسج نورثریج، لیویو مارینسکو، دکتر مارینسکو، که یه رومانی است، رومانیه و کامپوزرش شاهکار، که الان کارشون همین ماه پیش چند تا کنسرت در وین زدن براشون، سه چهار تا کلیسای تاریخی اونجا، همین دیگه. یعنی یه کار واقعا، یه کاری که چند سال پیش برام میشه گفت خیلی برام خوشی می آوردش، الان واقعا سخت شده. یعنی واقعا سعی می کنم خودم رو هی پوش بکنم و جلو برم و اون چیزی که برام آسون میاد نکنم همش، میدونی، در موزیکم و همین دیگه. ارژن جان، ما از بابا مامان، یعنی از پدر مادر تو صحبت کردیم، حالا هنرپیش اصلی اون همسخت به شما جدیدن ازدواج کردی؟ بله، این درست ماه پیش شد، یک سال با زن ما، یک سال. من یادم کنسرتتون که اومده بودن، بله، اعلام کردین که دو روز دیگه می‌خواستیم میریم بریم ماه اصل. درست. نه، می‌خواستیم عروسی بکنیم، عروسی یه تقریبا یه 3-4 روزی قبل از عروسی. از اسم خانومتون مگدالینا، مگدالینا که حتما آلمانیه. من آلمانی هستم. آلمانی، بله. من مطمئنم که ایشون هم خیلی کمک میکنن در به وجود آوردن این اتمسفری که شما به صورت جدی برین دنبال موسیقی. به همه چیز زندگی خدا رو شکر براش، یعنی واقعا کمک. چطور شد با خانم آشنا شدی؟ یه کسی، دوستی که واقعا از طرف موزیک با هم دیگه دوست شده بودیم، فکر کنم که من و این با هم دیگه یه دونه کاپل خوبی بود. باز موسیقی به کمک دوم. 100%. متو چیز جالبی میگه، همه عمرم همیشه به شاگردان میگم که بچه‌ها، به پسرام میگم که این دخترها عاشق پیانو، یکی از بهترین دلایلی که پیانو تمرین کنین دخترها دوست دارن. نظرتون راجع به گیتار چیه؟ گیتار هر چیه، هر اینسترومنتی، ولی چلو رو دوست ندارن. چلو که از همه، اون که همه رو دیگه میکشه دیگه، قلبا رو میشکنه. منتها تنها فکر کنم تنها دختری که به خاطر پیانو با هم، چون شروع کردیم همدیگه رو دیت کردن، منتها تقریبا براش، یعنی که دیدید همو، آره، منتها دو ماهی اینطورا همدیگه براش اصلا نزدم هیچ پیانو و تمیدم که این اونی که من دوست داره بدونه پیانو یه من چه خیلی خوب. اماد جان، برای اینکه ما کارگردان فنی، برای اینکه قلب بینندگان تلویزیون اندیشه رو یه بار دیگه بلرزونیم، بریم روی تراک دیگه که باز بیشتر بینندگان با ستایل، یعنی با روش نوازندگی ارژنگ آشنا بشن. Thank you.
بینندگان تلویزیون اندیشه، همونجوری که در برنامه‌هایی که برای شما پخش کردیم، ما امکانات محدودی داریم و این کنسرت ارژنگ هدایتی راد بر اساس یک داستان اسطوره‌ای، همونجوری که خودش اشاره کرد، این قطعه ساخته شده. خودش در این کنسرت شما حضور مایکروفون، یعنی اون وسیله‌ای که پلوش هست، به خاطر اینکه در لابلای این قطعه ها حرف میزد و چون با انگلیسی صحبت میکرد، من بیشتر خواستم که فقط شیوه نوازندگیشو در تلویزیون شما ببینین. بر ترتیب مثل یک کتابی است که شما دو صفحه از اولش بخونید، دو صفحه از آخرش. به همجد باید کتاب از اول تا آخر خون. این یک کنسرتی بود که من شانسش داشتم، چون توی دو تا ست، توی دو بخش اجرا می شد و هر دو ساعت مختلف، مثلا ساعت 7 بود و یکی ساعت 9 بود و هر دوش سولداد شده بود، یعنی به قول خارجی دیگه بلیتی نبود که مردم بگیرن و خیلی پشت در موندن. ولی من هر دوبار، یعنی از بار اول از سالون نیومدم بیرون، نشستم بار دومم دیدم و خیلی برای من لذت بخش بود، چون همون جوری که باز در بخش اول برنامه گفتم، تصویرهای زیادی بود راجع به ارژنگ از نظر اجرای موسیقی کلاسیک، ولی من ترجیح دادم که آهنگسازی خودش رو اینجا پخش کنم که بینندگان ببینن. من باز یه اشاره میکنم، یه پارتی بازی میکنم در وسط برنامه. خیلی ها از اروپا و حتی از ایران، یک چند نفر، روشندل که کشون یه پیانیست خیلی خوبیه، من در بیمارستان آتیم ملاقاتش کرده بودم، با من تماس گرفتن. هر کاری از تلویزیون اندیشه، برنامه ضیافت، شخص من بر بیاد، من همیشه در اختیار تو هستم. ارژن جون، بیایم برای تو که مثل اینکه داریم میریم به پایان برنامه، میخواستم ببینم پیامی داری برای بچه‌هایی که به هر صورت، حالا تو من ایمیل داشتم از بلوچستان، از تهران، از ملبورن استرالیا، از کلن آلمان و بسیاری از نقطه‌هایی که اصلا آدم فکرشو نمی‌کنه. شاید الان یک تماشاچی داره تو رو، تماشاچی تلویزیون داره تو رو توی نقطه دیگه از دنیا نگاه میکنه. آیا پیامی داری برای هموطنهای خوده؟ آره، فقط چیزی که همیشه پدرم میگه که بریم دنبال زیبایی، یعنی واقعا همینه. زندگی بدون هنر و زیبایی واقعا پرمعنی چیز واقعا سختیه. میشه اینطوری گفت. آره، و من موزیک خودم... باشه، کتاب، هر چی. آره، خودم خوب. معتقد هستم که این آشنایی با یه هنر به مفهوم این نیست که شما برین به صورت حرفه‌ای اینو یاد بگیرید. 100%. آره. شما وقتی که حتی اونو لمس کنید، بعضی وقتا حرفه خراب میکنه. آره، دقیقاً. چون و بر صورت من خدافظی میکنم. خیلی ممنون از بینندگان تلویزیون اندیشه که ما رو تحمل کردن، در کنار ما بودن، از ارژنگ راد، برای اینکه من از قول ازش میگیرم که توی برنامه بیاد راجب کتابی صحبت بکنیم. با از اما تشکر میکنم، خانم افسون، آریا، همه بچه های پشت دوربین. میریم به آخرین تراک رو نگاه میکنیم و شما رو به خدا میسپارم. بریم.